تاریخ اسلام رو که شما با دقت خواندید و مطالعه کردید، خانش طالبانی، خانش داعشی و ولایت فقیه امر تازه‌ای به نظر شما یا ما چنین سابقه رو در طول تاریخ اسلام داریم؟ خشونت جزء لاینفک تعلیمات اسلام هست، یعنی از همان ابتدا خشونت اعمال شد، حتی در مقدسترین آیه قرآن که وارد نبازم شده میگوید اهتنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. ببینید نتوانست جلو این داستان خشونت رو بگیره و در بهترین آیه قرآن باز عده ضالین و چیز شناخته شدن، مغضوب علیه شناخته شدن. این خیلی مهمه توجه به این چیزا. و از همان روز نخستین 50% از جامعه انسانی بیعقل اعلام شده. 1500 سال است که این زنان اسلام بیچاره در زندان هستن. و فراموش نکنید که ایرانیان در ابتدای امر دیدن که اصلا و ابدا با این دین نمیشه و زیست، عرض کنن که عرفان رو به وجود آوردن. بعد شیعه‌گری رو که در واقع بخش مظلوم اسلام شناخته میشد، شیعه‌گری رو وارد ایران کردن که یک چیز اختراعی است و ابداعی است. بنابراین عجب نیست که امروز بر اثر خشونت هایی که برمیگردد به روزگار صدر اسلام و اینها خسته شدن، بیمار شدن. مطابق آمار عرض کنم که ایتیستا یعنی خدا ناباورا به نسبت جمعیت در ایران شماره یک جهان هستن. بیزار شدن مردم. دین ممکن بود معزز و مکرم بود در روزگار قدیم، چون وارد قدرت نبود و جنبه اجرایی نداشت، مردمی بودند که علاقمند بودند به دین و مسجد می‌رفتند و شرکت می‌کردند در این کتایا و اینها. اما این جبری و این زوری و این انحطاطی که بر ایران رفته مردم رو بیزار کرده. ایرانی‌ها با جان و دل شیعه شدن یا به زور شمشیر؟ نه خیر، با اختراع خود و ابداع خود شدن. عرض کنم که از خانواده‌های ایرانی که در دربار خلیفه حکومت کردن، شما بگیری تا برسیم به صفویان، و اینها دیگه دیدن که مطلقاً و ابداً نمیشه بعد ایران رو ساخت جز اون که، و چون وطن دوستی فراموش شده بود. نام ایران رو شما در کتب پیدا نمی کنید. در تمام دیوان سعدی بگردید یا حافظ بگردید ایران زمینی نیست. اگر یک رستمی آمد است در مولانا، شیر خدا و رستم دستانم آرزوست، این به ضرورت قافیه بوده و اینا در مولانا نیست. این است که این صفویان که مردم بیدار بودند و پدر بزرگ دانشمندی داشتند و علاقشون ایرانی بود و شاهنامه بود و اینها، گفتند که ما بایستی اختلاف دین بیندازیم بین خودمان و این ترکیه که اینها سنی بودن، سنی های سخت کشی بودن و زمینه هم آماده بوده. بعد از تیمور لنگ و اینا این تشیع در ایران جان گرفت و کلن اساس در واقع استراکچر این تشیع رو ما در آیین باستان داریم، که چگونه این منجی پیدا میشه. سوشیانس آخر از دریا میاد بیرون. خب اینجا چون دریا نبوده گفتن از چاه میاد بیرون. این است که این ساخته ایرانی است و علمای شیعه نقد میکردن که این چیزی که میکنن یادگار گبران است. بنابراین البته با تی به خاطر خب همه نبودن، یک عده مخالف بودن که اینا رو واقعا یا به قتل رسوندن یا اینکه مجبور شدن از ترس شمشیر قزلباش. اون چه راجع به علی گفتند و اون چه راجع به ائمه گفتند از بن دروغ، دروغ است. در هیچ یک از تاریخ اسلام شما پیدا نمی‌کنید این داستانهایی که اینا میگن. و ایرانیان پذیرفتند و تنها کشور شیعه جهان ما هستیم همونجور که مطلع هستید. و چقدر این برشک موجب اختلافات در منطقه شده همین داستان؟ بله جنگ ادامه داره.
آقای مشیری، ورود ملاها، آخوندها، روحانیون به دستگاه قضایی چطور اتفاق افتاد در دوره صفویه؟ البته دوره ها مختلف است. مثلا در دوره شاه عباس آخوندها کاری نبودن در امور دولت یا شاه اسماعیل، چون شاه اسماعیل خودش رو رهبر میدید و نماینده خدا میدید، اینها جایی برای آخوند باقی نذاشته بود. رفته رفته تعداد این ملایان زیاد شد، رفته رفته ادبیات دروغین تشیع گسترش پیدا کرد و در زمان شاه سلطان حسین است که آخوندها به قدرت رسیدند و خرافات به حد نهایی رسید و اینها در دولت نفوذ بسیار داشتند. این در واقع در درجات تاریخیش رو باید در نظر گرفت داشتن، اما در کار دولت از ابتدای کار اینا ایشکاره بودن. اینو عرض کنم که ما تعداد آخوند شیعه در ایران اصلا کم داشتیم، خیلی خیلی کم بود. اینا رفتن از فلسطین و عرض کنم که لیبی و اونجا عرض کنم آخوندهای شیعه آوردن و رفته رفته تعداد آنها زیاد شد. گروهی هم از اهل تسنن خود رو به شیعه گری زدن، دیدن که اوضاع احوال خوبه و آخونده رسیدگی میشه. سنی بودن که خود شیعه معرفی میکردن. در دوره قاجاریه چطور روحانیت دوباره قدرت گرفت؟ در ذات شاهان قاجاری مرکوز است. این آقا محمد خان قاجار دعای خیلی بزرگی داده بود، نوشته بودن به دستش بسته بود و در دوران فتح علی شاه قوت گرفت، به وجهی که عرض کنم وقتی که مشکل مسلمانان با دولت روس اتفاق افتاد، اینها آمدند و مصر شدند که باید شما جنگ کنید وگرنه ما حکم جهاد میدهیم. و فتح علی شاه روسا جنگ نمیخواستن، به کرات آدم فرستادن که آقا ما چه جنگی با هم داریم و اینا، روش بر میگردون از ترس ملایان و آخوندها که اینا چیز جهاد ندن. و نفوذشون رفته رفته و جنگ هم شد و جنگ هم شد و 250,000 کیلومتر مربع از خاک ایران از دست رفت، یعنی حاصل خیزترین و بهترین آدم به خاطر همین آخوندها. و گفتند که شما جنگ کنید، ما همون فرشتگانی که در جنگ بدر آمدن به مسلم کمک کردن میگوییم که بیان کمک ایرانیان کنند. یه خبری نشد، کشور ما عقب افتاده، سلاح‌های کهنه و قدیمی، جنرال شیپ درست حسابی نداشتیم، یه مش کشاورز بودن عمدتا آذربایجانی که تابستونا بیل میزدن و بعد پاییز و زمستان میرفتن جز قشون. با این همه عباس میرزا شجاعت بسیار نشون داد، اما نشد دیگه به هر حال. و این نخستین ضربه آخوندها به بر پیکر ایران زمین نازنین ما وارد شد و اون تعداد عرض کنم اراضی که عرض کردم و دست ما رفت. فتح علی شام یه آدم بسیار خرافی بود، محمد شاه که از بن درویش بود، اون آقا میرزا قاسی رو آورده بود عرض کنم که مرادش بود. و ناصرالدین شاه یکم مدرن تر بود، اما اون هم آرزو داشت که یک آخوند بزرگ بیاره در دربار که زور آخوندها کم بشه، و برای این منظور یک آخوندم آورد و نشد. اونم جمال الدین اسدآبادی بود که 3 روز بیشتر در دربار نموند، بعد رفت حضرت عبدالعظیم بس نشست. این است که ولی بر روی هم در روزگار قاجار روزگار تقویت آخوندها بوده. در دوره مشروطه چطور آقای مشیری؟ صحبت هایی هست که برشک روحانیون نقش مثبتی در دوره مشروطه ایفا کردن. اون دو آخوند مشهور یعنی بهبهانی و طباطبایی در واقع به تقلید از روشنفکران بدون این که بدانن مشروطه چیست نشستند و سخن گفتند و از مردم پشتیبانی کرد. بله، ما شخصیت های دیگری هم داریم، من اینجا اسمشون آوردم، یکی بهبهانی و طباطبایی که بگذاریم، سید جمال واعظ اصفهانی که پدر همین جمالزاده معروف، نویسنده معروف بود، اصفهانی بود که البته این صبح ازلی بودن، اینها بابی نبودن، بهایی هم نبودن، ازلی بودن. و ملک المتکلمین رو داریم، سقط الاسلام رو در تبریز داریم، عرض کنم مرحوم افجعی رو داریم. اما به ازای هر آخوندی که پشتیبان مردم بود
و کمک به مردم میکرد و مردم رو برمیانگیخت برای محقق ساختن آمالهای مشروطه، هزاران هزار آخوند بودند که اینا مرگ بر مشروطه، اینها بابی هستند. و یک رئیسی هم داشتن که خب یاد دارید شیخ فضل‌الله نوری که رئیس اینها بود و چه جنایاتی کرد این مرد، وجود داشتن و میگفتن مشروطه کفر و مشروطه طلب کافر. اما نیروهای ملی تحت تاثیر میتونم بگم انقلاب کبیر فرانسه و اونچه در اروپا رفته بود و تاثیر روشنفکران مثل آخوندزاده و دیگران، گرم و تشنه آزادی بودند و توانستند هم سلطنت رو براندازی کنند هم آخوندها رو پس بنشانند. و وقتی که مجلس برقرار شد، یکی از همین دو بزرگ رفت و فکر میکرد برای اینا شغلی منظور خواهد داشت مشروطه. رفت گفت حالا وظیفه ما چیه؟ گفتن وظیفه شما اینه تشریف ببرید منزل. گفت پس ما هیچی هیچ کاره خواهیم بود؟ گفتن آقای قانون مشروطه اینه، انتخابی است، دموکراسی است. گفت ما فکر میکردیم مشروطه چیز دیگری است. یعنی این دو بزرگم که به مردم کمک کردن و یکیشون هم کشته شد، اینها گمان دیگری داشتن به مشروط. ولی اون آخوندهایی که نام بردن به علاوه دو سه تن دیگر، اینا کنار مردم ایستاده بودند که یک اقلیتی بودند که بعضشون از اسلام روی برتافته بودند. دو سه نفری شاید از این بزرگان اینها بودند که در اینی که مسلمان بودن پشت مردم بودن، ولی بسیار بسیار تعدادشون اندک. آقای مشیری، این روزا حتما میشنوید که مردم در ایران شعار میدن رضا شاه روحت شاد در خیابان. رضا شاه آخوند ستیز بود به نظر شما؟ رضا شاه مرد هوشیاری بود، حالا از دیکتاتوریش که بگذاریم، و ماجرای قم پیش آمد. یعنی همسر و دختر رضا شاه میرن در قم که وعظ ملا رو گوش کنن، چون دستور بود چادرها بردن، چادر سرش نبود. آخوند گفت من وضعم رو شروع نمی کنم تا اینها از نرم بیرون از این چیز. بعد زن بچهش بیرون کردن با تانک و زره پوش آمد قوم. اون آخوند یک کار کرده بود، زیر لگد گرفت و آخوندها واقعا به قول عوام ماسار کیسه کردن و چنان بر اینها سخت گرفت، به درستی سخت گرفت رضا شاه، که اگر یک کسی آخوندی میخواست لباس آخونده بپوشه برای امر ازدواج یا ختنه یا حالا هر چیز دینی و مذهبی، میباسی میرفت شهرداری لایسنس میگرفت که امروز این آقا میتونه لباس آخوندی بپوشه. ولی متاسفانه کارهای رضاشاه با امریه فردی بود. آتاتورک همین کاری کرده بود با قانون و هنوز برجاست. اشکال این دیکتاتورهای ما این بود که فردی بود، تا فرد فرار میکرد خب قوانینش هم به هم میریخت دیگه. یعنی اون ترندی که پیش میرفت از ضعف آخوند و بیچارگی آخوند که حقش بود، و واسه اینکه رضا شاه از مملکت رفت، خب اینا اومدن دوباره و محمد رضا شاه اومد، خودش یک نوع آخوند بود و اینا رو که رضا شاه اخراج کرده بود از مملکت، اینا رو همه رو با خواهش و تمنا آورد، به حرفاشون و به خواسته هاشون تن داد و این باعث تقویت آخوند شد در ایران روزگار ما. بله، ولی رضا شاه این صحیح هست، یک مرد بود، زندگی تحصیلاتی نداشت و خارج نرفته بود، این امر رو خوب شناخته بود و به آخوند میدان نمیداد و در روزگار او آخوندها جرأت کارهایی که بعد کردن مثل فدایان اسلام و اینه بکشن و اونه بزنن و اینا در زمان رضا شاه نبود. این صحیح هست و این کردیت به رضا شاه میره. آقای مشیری، حتما خاطرتون هستش که آقای خمینی یه سخنرانی داشت در مورد اسلام، صحبت اسلام آمریکایی رو مطرح کرد و بعد گفت ما دنبال اسلام ناب محمدی هستیم. بعد از او هم آقای خامنه‌ای هم یه حرفایی زد و گفت آره این اسلام آمریکایی دو تا شاخه داره، یه اسلام متحجره و یکم اسلام سکولاره که مثلا غربی ها و اینها در واقع ترویج میدن. فکر میکنید خواستگاه این حرفا چه بود؟ این آقایون حرفی برای گفتن هرگز نداشتن و آویختن به همین حرافی های بیهوده. کدوم اسلام؟ کجای اسلام؟ اسلام ناب محمدی چی بود؟ جز کشتار و سرقت اموال مردم و عرض کنم هر کس از ما نیست بر ماست و دنیا به دو قسمت است، یکی دارالاسلام یعنی اونجایی که ما مسلمان گرفتیم و دارالحرب
یعنی بقیه جهان سرزمین جنگ است و ما باید انقدر جنگ بکنیم که همه رو یا بکشیم یا اینکه اینها رو مسلمان کنیم. خمینی هم همینه گفت که انقدر جنگ بکنیم و جنگ بکنیم تا فتنه خاموش بشه، بعد از اونجا هم که همه دنیا رو گرفتیم باید بریم کرات دیگه هم فتنه هست. اینا حرفای مزخرف و لاطائله. در کشورهای اسلامی این اندیشه که انسان میتواند منشأ اثر باشد و کاری انجام بدهد مرده. مرده. این کشورهای اسلامی مثل مرده میمانند. هیچ ترقی، هیچ پیشرفتی، هیچ نظام دموکراتیکی ما نمیبینیم در اینها. ما نمیبینیم. این از برکات اسلام. آقا این داستان هم درست شدنی نیست دوست عزیز من، به دلیل این که این مسلمان ها معتقدن اینا رو خدا گفته. همینطور که خودتون میدونید به هر شکل هستن کسانی که اعتقاد دارن اسلام همش این جنگ ها نیست، یه چهره به گفتی اونها رحمانی داره. ممکن است که یک آدم پیدا بشه بین مسلمانان. من آدم خوب بسیار دیدم در هندوستان. سلام که میکنی از سلام علیکم یا اخی میبوسن و اینا، یه حس خوشی به آدم دست میده. بله، ولی اینا آدم هایی هستن که زیر سایه قانون هستن. من بر این هستم که عرض کنم که اسلام رحمانی برای ایندیویژوال های خاص ممکنه که معنی داشته باشه، ولی کل جامعه من از اسلام رحمانی اثری ندارم. به خصوص اسلامی که در قدرت باشه حتما کشت و کشتار و خشونت و زور گفتن به همسایه ها و اینا که بتواند هست. ما نمیتوانیم بگوییم که عرض کنم که همه مسلمان ها آدم کشن یا همه مسلمان ها چیزن. ولی ذات اسلام درش خشونت هست. یعنی مسلمان نمیتواند قرآن رو زیر پا بذارد. نادیده ممکنه بگیره، خشونت ها رو نادیده بگیره، مثلا چهار تا آیه اونچنانی هم پیدا کنه و بیا بیزه به او. این بستگی به تعلیم و تربیت اون شخص داره. ولی ما نمیتوانیم جامعه اسلام رحمانی داشته باشیم. من سراغ ندارم